مردم تیوی از امریکا در خدمت شما هستیم و جناب آقای خان نیساری عزیز. بسیار ممنون دوستان عزیز، من سلام میکنم خدمت شما از واشنگتن آمریکا که بهش میگن واشنگتن دی سی، دیستریکت آف کلمبیا، ولی من بهش میگم واشنگتن دی سی، چون هر نوع نخود و لوبیایی که بخواین اینجا در واشنگتن هست و واقعا مثل همون دی سی ریخته به هم همه چیز تا ببینیم چه آبگوشتی ساخته میشه. من سالها پیش با آقای بهرام آبتین آشنا شدم از طریق صحبت‌ها و ویدیوها و برنامه‌هایی که اینور اونور داشت، بعد با ایشون چندین برنامه داشتیم، برنامه‌های خودشون رو در تلویزیون مردم داشتن، متاسفانه سر هر مسئله‌ای که بود این برنامه‌ها ادامه پیدا نکرد. امروز خیلی خوشحالم که از دوست مشترکمون آقای نیساری تشکر کنم که باعث شدن باز هم با هم باشیم. این برنامه به طور مستقیم از فیسبوک شخصی منم پخش میشه، اجازه بدین من این فیسبوک رو با صفحه مردم تیوی هم شیر کنم و برگردم با آقای آبتین باشم. دلیل برنامه امروز، من دیدم آقای آبتین برنامه هایی رو گذاشتن و از دیگران حقیقتاً به صورت انتقاد که خیلی هم به جا هست، انتقاد اگر کسی کارش درست باشه نباید از انتقاد فراری باشه و نباید ناراحت باشه، باید جواب بده و اگر جوابی نداشت از خودش سوال کنه که چرا من برای صحبت یا سوال ایشون جواب نداشتم. آخرین برنامه که از ایشون دیدم در رابطه با آقای حسن شریعت مداری بود که من فکر میکنم این برنامه آقای آبتین اگر خورد آبرویی هم آقای شریعت مداری داشت که نداشت، ایشون شست و گذاشت کنار. آقای آبتین من سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم برای اینکه بار دیگه با هم از در دوستی وارد شدیم و صحبت میکنیم. اتفاقا با آقای آبتین گفتم که توی مدرسه جوانتر که بودیم وقتی که با دوستی دعوامون میشد سر هر چی، سر والیبال، بسکتبال، بعدن با این دوستمون وقتی آشتی میکردیم خط و مرز همدیگر رو میدونستیم و دوستان بهتری بودیم. امیدوارم، آقای آبتین جوونه ولی من جوون نیستم، امیدوارم باز هم مثل جوانی همین حالت باشه. آقای آبتین من ساکت میشم، شما میکروفون رو در اختیار داشته باشید، یه مقداری از خودتون بگید، چون من پشت سر شما غیبت کردم گفتم آقای آبتین که با محسن رضایی بوده چجوره میشه بهش اطمینان کنی، آقای نیساری دفاع کردن گفتن که نه، اون موقع ایشون نماینده بوده و به عنوان نماینده همونجا هم حتی در محضر این به اصطلاح جنایتکاران و حکام دیکتاتوری ایشون ادعای حق و حقوق میکرده از به اصطلاح مردم. من بیش از این صحبت نمی کنم، بازم خوشحالم که با شما هستیم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید آقای آبتین با شما هستیم، ضمناً آقای نیساری هم اینجا هستن، اگر یه وقت شما احتیاج دیدید یا من مجبور شدم زورم به شما نرسید کمک بگیرم از ایشون دوتا و یکی کنیم. آقای نیساری میدونه که تو شیراز وقتی دعوا میکردن میگفتین چند تا مسلمون فلان اینا، از ایشون کمک بگیرم. در صورت جا داره از ایشون تشکر کنم و بابت وقتی که الان گذاشتن ممنون باشم. آقا خیلی ممنون، بفرمایید آقای آبتین از خودتون تا بعد برسیم به این جنبشی که شما و دوستان در شریک و سهیم هست. سپاس بیکران از شما جناب آقای اصغر سربی عزیز. من هم بسیار خرسندم از اینکه پس از سالها دوباره در برنامه شما شرکت دارم. جا داره از جناب آقای نیساری بزرگوار تشکر بکنم برای ایجاد این ارتباط دوباره. و همیان عزیز، بالاخره واقعیت امر این هست که ما در اشتراک های همراه هستیم، یکی این که همیان هستیم، خب سلیقه ها حتما گوناگونه، قرار نیست همه مثل هم بیاندیشیم، ولی اون چیزی که مهم هست اینه هر کس به فن خودش، به باور خودش، به ذم خودش، دل مشغولی وطنش ایران رو داره و این اون نقطه مشترک ماست. من از این بابت که میبینم شما و هر عزیز دیگری در هر کجای این کره خاکی دل مشغولی وطن رو داره، حقیقتا به خودم به عنوان یک ایرانی میبالم.
و بیشک هر انسان آزاده ای هم بدین گونه می اندیشه و عمل میکنه. این که ما سالها پیش به چه دلیل از هم جدا شدیم اصلا مهم نیست به نظر من. مهم اینه که الان با هم در یک اتاق فکر هستیم برای یک هدف مشترک و امیدوارم این دوستی همانطوری که شما فرمودید یک دوستی صادقانه باشه و هر دوی ما و همه هممیهنانی که در این عرصه هستند لیاقت جایگاه و کلام و بار دوستی رو داشته باشیم. و هر روی من هم جا داره از شما سپاسگزاری کنم و دوباره از جناب آقای نیساری بزرگوار برای ایجاد این ارتباط. و اما در مورد پرسشی که فرمودید از قضیه محسن رضایی، حقیقتا اونقدر این سالها در مورد این شخص منفور که دیگه اسم معروفش کفدار بیت هست سخن گفته شده و من در این راستا ویدیوهایی در همون سالها اگر به یاد داشته باشید، دقیقا نمیدونم چند سال پیش تو تلویزیون شما بودم، فکر میکنم 5-6 سالی بود، پیشتر بود، همین سالها بود و همین سالها رو من در خود همون رسانه شما پاسخ دادم. به هر روی من همانطوری که جناب نیساری هم فرمودند نماینده کانون فرهنگی لورهای بختیاری ایران بودم، نه تنها با محسن رضایی این کفدار بیت، بلکه با اکثر افرادی که به هر روی در اون رژیم بودن، اون حاکمیت به هر روی از همین افراد تشکیل شده بود و منی که نماینده یک بخشی از مردم بودم مطالبات مردم رو میبایست، راه دیگه نداشتم، برم و با این افراد در میون بگذارم. هرچند که جلسه‌ای که با این منفور به اصطلاح من داشتم یک جلسه کاملا غیر منتظره از حضور ایشون بود. من قبلا هم عرض کردم، توضیح دادم، ما در استان خوزستان هنگامی که به اصطلاح طرح شوراها پیش آمد، از آنجایی که بالاخره من یک آدم فعالی بودم در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، خب در تمام جلساتی که تحت عنوان شوراهای مردمی تشکیل می‌شد به عنوان سخنگوی کانون فرهنگی لورهای بختیاری شرکت می‌کردم و در اون جلسه که در شرکت گاز اهواز هست من هم به مانند بسیاران دیگر شرکت داشتم. و چون اون هنگامه دقیقاً یادم نمیاد چند ماه قبل از قضیه این انتصابات فرمایشی رژیم بود، خب در یک همچین بزنگاهای این به اصطلاح داغ‌کن‌های تنور انتصابات از جمله محسن رضایی که همواره به عنوان یک مهره فقط در حد داغ کردن تنور انتخابات در از انتصابات وارد میشد، ایشون هم در اون نه تنها اونجا بلکه در تمام مراسمات شرکت میکرد. ما خودمون لورا یه حالت دیگه جوک و شوخی داریم که نزدیک انتخابات که میشه این نماینده ها یا اونایی که قرار داغ کنن تنور انتصاباتو میگردن ببینن کجا فاتح خونیه، کجا نمیدونم کوچکترین مراسمیه که مثلا بیان و اونجا خودشون رو به مردم نشون بدن. و روی این محسن رضایی هم در یک همچین به اصطلاح مقطعی وارد اون جلسه شد و بنده هم به هر روی به حالا به هر دلیلی اون جایی که نشسته بودم عکسی از ایشون و من در به اصطلاح نشریات پخش شده. اون هنگامه هم سایتی بود به نام سایت شوشان که این عکس و گزارش رو پخش کرد. حالا داستانهای خیلی مفصلی داره، اینا رو عزیزان اگر کسی نمیدونه، به نظر من اگر کسی در عرصه‌های سیاسی باشه در طول این 10 سالی که من هی توضیح دادم همه چیز رو میدونه، میتونه در گوگل سرچ کنه پشت پرده های دیدار بهرام آبتین و محسن رضایی، به اصطلاح به ریز وقایع من توضیح دادم. و اما نه تنها محسن رضایی، بلکه من یک فعال بودم دقیقا همچون همکنون که از سران اپوزیسیون برای نقد و بررسی و پاسخگویی دعوت به عمل میارم و به مناظره دعوتشون میکنم. من حتی خامنه ای رو هم به مناظره دعوت کرده بودم. من یک شهروند مطالبه‌گر هستم و در راستای حق و حقوق خودم آشنایی دارم و سعی دارم این حق و حقوق رو به تمام شهروندان میهن بزرگم یاد بدم، چرا که من
بزرگان و از تاریخ به اصطلاح پژوهان و آنانی که تاریخ رو به نوعی برای ما به ثبت رسوندن یاد گرفتم. به هر روی من کوچک همکنون که دارید میبینید در همین عرصه، از انگامی که در درون ایران بودم که عرض کردم با خیلی از سران رژیم به همین صورت چالشی برخورد کردم، در همون جلسه سخنرانی من داشتم که شوربختانه سخنرانی من بیرون نیومده، ولی حتما یک روزی اون سخنرانی بیرون خواهد آمد و آنانی که کمتر با من ارتباط دارن متوجه خواهند شد که من همواره به قول یکی از دوستان، جمله جالبی گفت، برای خودم جالب بود، گفت که فلانی تو آزاده به دنیا آمدی. صحبت بر این بود که من یه آدم آزادم و آزاده میمیرم. ایشون گفت فلانی تو آزاده به دنیا آمدی. و واقعیت اهم اینه، من اسمش میذارم فهم یک عنصر ذاتی است و آزادگی یک خلق و خوی انسانی است. من آزادگی اخلاقمه، خلق و خوهمه. من تنها نیستم، بزرگانی مثل جناب نیساری خان و سایر عزیزانی که الان من افتخار دوستی و آشنایی و همکاری با این عزیزان رو دارم در جنبش ایران بانان، به معنای واقعی گرداگرد یک اندیشه به عنوان یا به نام آزادگی جمع شدیم و این اندیشه است که ما رو وادار کرده که نقد کنیم، بررسی کنیم الان کجا هستیم، چرا مدعیان اپوزیسیون، چرا مدعیان آزادگی، با توجه به این که موقعیت ها از نظر مالی، از نظر سیاسی، از نظر جایگاه اجتماعی که بر اساس به اصطلاح چگونه بگم جیب یا بر اساس موقعیت خود ما مردم برای اونها ایجاد شده، چرا از اینها برای آزادی ما، چرا برای رفع مشکلات مردم ما استفاده نمی کنن. در همین خصوص من و هماندیشانم در جنبش ایران بانان برای اینکه یک طرحی رو برای رسیدن به آزادی پیش بگیریم، شروع کردیم به نقد و بررسی و آسیب شناسی از معضلات اپوزیسیون خارج از کشور. دعوت اولمون از جناب آقای رضا پهلوی بود که ایشون نیامدن. دعوت دوممون از خانم مریم رجوی بود، ایشون هم متاسفانه نیامدن. اما اینجا جای حقیقتا اون روزنه، حالا شکرش، حالا اگه اسمش رو بخوایم بذاریم، باقیست که نماینده ایشون فرستادن، هرچند که بدون برنامه و روی خود برنامه نتونستن بیان، اما آمدن، ارتباط زدن، صحبت‌های ایشون، گفتمانی که ما با ایشون داشتیم در صفحه تلگرامی که در همین خصوص ترتیب دادیم به نام نقد و بررسی معضلات اپوزیسیون موجود هست. پس از گفتمانی که ما با ایشون داشتیم، جناب آقای آخوندزاده شریعت مداری رو دعوت کردیم و خب شوربختانه ایشون هم نیومدن. حالا دلیل شوربختانش هم خدمت رو عرض میکنم، چرا که شوربختانه اینان کسانی هستند که مدعی آزادی بخشی، مدعی لیدری و مدعی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی هستند، در حالی که فعل و انفعالات و رفتارشون دقیقا همانند خود جمهوری اسلامی است. یعنی همان گونه‌ای که در جمهوری اسلامی سانسور هست، نشانه بارزش همون جلسه‌ای که الان شما بهش اشاره کردید، محسن رضایی بوده، من سخنرانی کردم، سخنرانی من رو نیست، نشانه بارزش پاسخ نگفتن، ندادن خود خامنه ای است. آیا شما تا حالا دیدید خامنه ای بیاد در یک مناظره رو در روی مردم و جواب مردم رو بده، یا هر مسئولی؟ هرگز این گونه نبوده و نیست. حتی اگر کسی پرسشی بکند، دادخواهی بکند، موجب سرکوب و زندان و حتی قتلش میشه. خب اپوزیسیون هم شوربختانه در یک همچین جایگاهی است، یعنی دقیقا مشابه رژیم جمهوری اسلامی عمل میکنه. و در همین سلسله، حالا من چون میخوام حرفم زیاد به سرا نمیخوام حرفم زیاد طولانی بشه، یا شما سوال دیگه دارید، ما سلسله دعوت های دیگر از احزاب داریم که فردا شب من در یک صفحه به سرا تلگرامی که به عنوان نه به جنگ داخلی در کردستان هست، ساعت 10 اروپا تا 12 اروپا که فکر میکنم 12:30 شب ایران میشه تا
پاسی از شب من اونجا گفتمان خواهم داشت و احتمال 90% روز یک شنبه، حالا نهایتاً تا دوشنبه و سه شنبه، ما از حزب کومله کردستان دعوت خواهیم کرد و یکی پس از دیگری تمام احزاب و تمام افراد مدعی اپوزیسیون رو به مناظره دعوت خواهیم کرد و از آنها خواهیم خواست که چه کردید، چه میخواهید بکنید تا باشد تا ما تکلیف خودمون رو با این آقایان و خانمها روشن کرده باشیم. پوزش میخوام به درازا کشید، سراپا گوشم. بسیار ممنونم آقای آقین. شما در صحبت کردین گفتین که نماینده یک کانون فرهنگی بودید، بعد بلافاصله گفتید که انتخابات، یعنی گفتید انتصابات که حقیقتش انتصابات است. من و دیگران چجوری قبول کنیم که اون انتخاب شما انتصاب نبوده، وقتی که دولت جمهوری اسلامی از کوچکترین به اصطلاح نماینده ها رو کنترل میکنن، باید اینها از تونل یا کانال آخوندها حتی مساجد محل گذر کنن به اونجا برسن، این یک. چرا شما فکر میکنید انتخاب شما انتخابی مردمی بوده ولی اون انتصابات هست؟ این یک. دومی که شما در رابطه با دعوت از افراد به اصطلاح که ادعا میکنن جنبش هایی دارن و منظمترینشون تا چند وقت پیش مجاهدین بود که الان متاسفانه هم به علت کبر سن، همین که کارهایی که انجام دادن، رهبر غائب و اصلا دیگه قابل چیز نیستن، صحبت نیستن. شما از کجا میدونید که اون آقایی که تماس گرفته نماینده مریم رجویه و یه نفر دیگه نیست که خودش رو اونجوری جا زده باشه؟ ضمناً به دوستان پیشنهاد میکنم اسم شما رو اگر با اسم من در گوگل سرچ کنن، شما درست گفتید، 5 سال پیش بود که شما در تلویزیون مردم بودید و اون ویدیوها هنوز موجود هست روی یوتیوب، چون ما همیشه گفتیم وقتی که دوستان اینجا هستن اون ویدیوها مال اونهاست و ما مثل تلویزیونهای دیگه کاپی رایت و حق تألیف و اینها نمیگیریم. فقط لطف کنید حالا توضیح بدید چرا شما فکر میکنید شما نماینده واقعی بودید ولی دیگران نماینده انتصابی هستید. نخست این که من نماینده یا سخنگوی کانون فرهنگی لورهای بختیاری بودم. ما یک انجیوی مردم نهاد بودیم، دولتی نبودیم. اون کانون متشکل از بخشی از به اصطلاح فعالین فرهنگی و اجتماعی لور بود. مثلا عزیزانی که در اونجا بودن، مسئول به اصطلاح کانون ما پروفسور کرمزاده بودن، عزیزان نخبه لور فرض بکنیم پروفسور بابادی، پروفسور عکاشه، عزیزان بهروی، حالا عزیزان لور اینها رو میشناسن، آدم های مردمی بودن، آدم های هیچ کدومشون حتی فرض کن یک کار دولتی نداشتن. بله در سازمان های مثلا دانشگاه یا فرض کن بیمارستان ها یا فرض کن مثلا کارهای پروژه های اقتصادی اینا بودن، ولی به صورت میتونیم بگیم در از فن و هنر خودشون، نه اینکه از یک صافی بخوان رد بشن، مثلا مثل اون چیزی که در انتصابات از خبرگان یا اینکه اطلاعاتی کسی اونها رو تایید کرده باشه. فرض بکنیم مثال پروفسور کرمزاده رو میذارم، ایشون جزو 25 چهره ماندگار ریاضی جهان هستن، یک نخبه وطنمون هستن. به هر روی اون جلسات و اون برنامه هایی که من رو به عنوان مسئول کانون فرهنگی لورهای بختیاری به اصطلاح نهایتاً معرفی کرد، همه هستند. اون محل هم محل به اصطلاح کانون خانه خود من بود و این کارهای فعالیت‌های ما یه روز دو روزی نبود. ما از قضایای شاهنامه خانی، از قضایای بزرگداشت‌های گوناگون فرهنگی، از دفاع از میراث فرهنگی و موارد دیگری که عزیزان اگر در گوگل سرچ کنن متوجه خواهند شد، اتفاقا تمام این مواردی رو که من داشتم همواره در نبرد با جمهوری اسلامی بودم. بارها در همین فعالیت‌هایی که داشتم دستگیر شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم. خیلی از مسائل، مثلا مثال می‌زنم، در سال 84 هنگامی که ما برای دفاع از سد سیوند در تنگه
بلاغی و روی کانون ما و هموندانی که در اونجا داشتیم یک شکایتی رو مطرح کردیم، یک حرکت‌های به اصطلاح خیلی عظیمی رو به راه انداختیم، رژیم برای اینکه مثلا مانع از فعالیت من بشه من رو به اتهام بمب‌گذاری در سد سیوند در شیراز دستگیر کردن، مدتی بازداشت بودم، بعد به خاطر اینکه مانع از کارهای ما بشن در اهواز من رو دوباره به عنوان برهم زدن نظم بین المللی و جنگ‌های مسلحانه و بمب‌گذاری لوله‌های نفت و گاز در خوزستان دستگیر کردن. تمام این مدارک رو شما اگر گوگل بکنید این خبرها، خبرگزاری‌ها وجود داره. سخن‌ها و برنامه‌هایی که داشتم در دفاع از میراث فرهنگی در آن هنگامه با سایت‌های خارج از کشور، البته بخش فرهنگی، مثلا مثال می‌زنم برنامه اخبار امریکا اون هنگامه آقای به نام وفا مستقیم میزه گردی با شما، قبل از اینکه آقای چاللنگی بیان و اون برنامه خودشونو بگیرن، اینا حضور داشتن که من به نمایندگی از NGO های مردم نهاد سخنگوی دوستدارای میراث فرهنگی بودم، در اونجا گفتمانهایی داشتم. به هر روی اون نمایندگی که من خدمت رو عرض کردم کاملا مردمی بود و هیچ رفتی به حکومت نداشت، بلکه حقیقت شو اگر بخوام بگم به زور مردم بود و حکومت نمیخواست، کما اینکه همون فشارها و همون مشکلهای حکومت باعث شد که من متاسفانه در سال 88 مجبور به ترک کشور شدم. و اما در پاسخ پرسش دومتون در راستای افراد حالا سازمانها، از جمله اشاره‌ای که به اون شخصی که آمد خودش رو نماینده سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد، خب بالاخره من همونطوری که خود شما هم در جریان هستید، 5 سال پیش هم در رسانه خود شما برنامه داشتم، از لحظه‌ای که آمدم من از کشور خارج، داخل که همش تمام عمرمو در کارهای فرهنگی سیاسی بودم و حالا عمر به اصطلاح نوجوانی شناخت خودم رو میگم، و بیرونم که اومدم که همش اکتیو بودم، یعنی شما فکر نمی‌کنم حتی یک روز من رو دست کم در یک فیسبوکی، در یک حالا همینطوره به مراتب رسانه ها، رسانه پارسی، رادیوی، تلویزیونی، نوشتن مقاله‌ای ندیده باشید. این ارتباطات من باعث شده که با خیلی از افراد گروه ها و سازمان های گوناگون از جمله مجاهدین در همین فضای مدیا ارتباط پیدا کنیم، و این عزیز بزرگواری هم که به هر روی تشریف آوردن و با ما سخن گفتن از طریق همین فضای مجازی، بالاخره با دوستایی که ما داشتیم استعلام کردیم و گفتن که بله ایشون بالاخره یه شخصی هستن، بالاخره اینا هم یک سازمان خیلی بزرگ هستن و ما هم به صورت رسمی از اینها درخواست ملاقات و دیدار کردیم، به شخصی هم آمد و به هر روی حالا هست صوتا و برنامه‌اش هست، اصلا هم برای ما حقیقتا اونقدرها مهم نیست که بدونیم حتما نماینده هست یا نیست، ولی اینقدر درکش رو داریم که اگر نبود استعلام هایی که ما میکردیم از این دوستان میگفتن که نه ایشون نیست. بیشک حالا من که فکر میکنم که نماینده از سمت خانم مریم رجوی بود و امیدوارم که این ارتباطات، هرچند که حالا اگر ما بخوایم بیایم به آسیب شناسی و بحث و مشکلاتی که افراد، سازمان ها و موارد گوناگون دارن، اصلا بحث ما نیست. ما هدفمون این است، دقیقا مثل همین دوستی که الان بعد از 5 سال ما ایجاد کردیم، هدفمون این است که اشکالات پیشینمون رو کنار بذاریم و حقیقت امر که اون اشتراک میهنمون هست رو براش بیاندیشیم. اگر ما بخوایم نقد بکنیم بگیم که فرض کن مجاهدین چه کردن یا چه نکردن، این بالاخره یک دادگاه یا یک مجموعه محکمه صالحه میخواد که نه من، نه شما، نه دیگری به اصطلاح در اون جایگاه نیستیم. ولی اون چیزی که الان برای من و ما در جنبش ایرانبانان مطرح هست اینه که از ظرفیت‌های هر شخص، هر سازمان، هر گروه، حتی شما، خود شما بزرگوار و همین رسانه‌ای که دارید، برای ایجاد پل ارتباطی، برای هماهنگ کردن فریاد آزادی‌خواهی ملتمون استفاده کنید. فردای داوری رو بگذاریم برای اونهایی که در اون جایگاه خواهند نشست. الان روز همصدا شدن است، همراه شدن است
و این مسیری که حقیقتا اگر چنانچه تا حالا نتوانستیم به درستی تهیش کنیم به خاطر همین سلیقه ها و همین شق شق بودنمونه، این مسیر رو الان ما با اتحاد، با همدلی، با همصدایی راهی نداریم به جز اینکه طی کنیم. ما جناب آقای سروی، ای عزیزان شنوندگان بینندگان، راهی نداریم به جز اینکه به همدیگه اعتماد کنیم. در این دیلاخ ننگ و نام، در این جنگل مخوف جهانی، تنها راه ماندگاری ما با هم بودن ماست. ما در این راستا داریم گام برمیداریم جناب سروی عزیز. من ممنونم از شما که من رو چند بار دوست خودتون خطاب کردیم. منم امیدوارم که دوستان خوبی باشیم و حتی اگر با هم اختلاف داریم با هم دشمن نباشیم. خوشحالم که خانم دکتر بهیه جیلانی هم از فرانسه با ما هستن و ایشون نوشتن که انگشت روی چه شخصیت هایی گذاشتید. نمیدونم منظورشون چیه، یعنی به صورت طعنه نوشتن یا حقیقتا ایشون خوشحالن که شما رفتید دنبال این افراد. من یه سوال جنبی دارم، چون منم اهل همون منطقه هستم، سیوند و اینها. آیا شما که رفتید تحقیق کردید و اونجا بودید اون زمان، واقعا همین جوری بود که افرادی مثل خانم شکوه میرزادگی میگفتن، یا عکس دروغین یک پسر جوانی اومده بود با شلوار لی سوراخ نشسته بود اونجا فتوشاپ کرده بود که سیوان اون سرد و همون بلاغی و اینها آبش آباده بالا و تا چندین پله از اون مقبره کوروش رو گرفته، و یا این هم یک اشتباه اپوزیسیون بود که من به طعنه بهشون قمپوزیسیون میگم، که اینها سعی میکنن از هر چیزی استفاده کنن. بعضی وقتا این استفاده باعث میشه که آخوندا از این سو استفاده کنن. شما یه مقداری از سیوند برای ما بگید تا من بعد برگردم درباره همین برنامه‌ای که شما شروع کردید و از دیگران به اصطلاح میخوان که جوابگو باشن ازتون سوال کنم. بفرمایید. بله، من جا داره قبل از هر چیز از خانم شکوه میرزادگی تشکر کنم. ایشون آن هنگامه یک سایتی رو راه اندازی کردن به نام سیف پاسارگاد. اکثر اون گزارشاتی که برای خانم شکوه میرزادگی میفرستاده میشد رو خود من میفرستادم و تیمی که داشتیم. اتفاقا در سایت ایشون خانم میرزادگی، هنگامی که حتی من دستگیر شدم، مشکلاتی برام پیش اومد، نه تنها در تنگه بلاغی بلکه در مقابل سفارت امارات، در مقابل مجلس، هر جای دیگه، چون عرض کردم من سخنگوی دوستداران میراث فرهنگی کشورم بودم، هرگاه که هر مشکلی پیش میومد ایشون به صورت خیلی گسترده از من حمایت میکرد. الانم اگر در گوگل سرچ کنید خبرهای اون هنگامه من، البته الان نمیدونم هست یا نه، ولی فکر میکنم باشه. به هر روی، بله، اون البته اون عکسی که شما میفرمایید که آب آمد تا به صلاح پله های کوروش، اینا که دروغه، اون فتوشاپ بود. کاری که من کردم، من و دوستانم کردیم، از اون حالتی که قرار بود پیش بیاد در حقیقت جلوگیری کردیم. خب شما خب خوشبختانه بچه شیرازید، در تنگه بلاغی یک منطقه است، یک تنگه داره به نام تنگه بلاغی، یک سدی رو در پایین تنگه این احداث کرده بودن. بعد تاج یا بلندای سد، حالا دقیقا متراجش یادم نیست، بگونه ای بود که اگر این سد کلن آبگیری می شد، نه تنها کل تنگه، بلکه چون از تنگه که می آیی بالا، من کلن وجب به وجب اونجا رو رفتم، برنامه عکس، اکثر این عکس هایی که شما دیدید در خود تنگه بلاغی رو من خودم شخصا، یعنی اولین کسی که عکس تهیه کرد، اولین کسی که آورد به مجلس، اولین کسی که اعتراض کرد، که اون هنگامه مسئول این کارم جناب آقای کوروش نیکنام بود، رئیس میراث فرهنگی کشور، نماینده زرتشتیان یزد. اولین جلسه‌ای که من داشتم با ایشون در مجلس، که کلی یه صندوق پستی خودش رو به من داد و به من گفت هر اسنادی هست برای من بفرستید، که داستان مفصل. بعد ایشون آقای خادم، اون کشتیگیر نماینده تهران، ایشون و داستان خیلی مفصل، حالا نمیخوام وقتتونم بگیرم. ما اومدیم یک اعتراض خیلی بزرگی رو در مجلس ایجاد کردیم، منو در مجلس گرفتن، دستگیر کردن، که همین جناب خادم و دیگران حمایت کردن و به صلاح آزادمون کردن. داستان مفصله. بله، اون گزارش ها همه کامل بود، ولی اون عکس ها نه، دروغ بود.
فشاری که من و هم‌اندیشانم آوردن، شکایتی که در شعبه نهم دادگاه شکایت اسمش یادم رفت، توی شعبه نهم شکایت فکر کنم کارمندان دولت یه همچین اسمیه، برو شکایتی ما اونجا کردیم، 10,000 امضا من جمع‌آوری کردم. اتفاقا این بزرگترین پرونده قضایی کشور ایران از هنگام تشکیل دادگاه تا فکر میکنم همین الان هم همچین پرونده ما نداریم که 10,000 نفر امضا بکنن، امضای خودشون، اثر انگشت خودشون. حالا به چه صورت من این 10,000 امضا رو جمع کردم در سراسر ایران، اینم خیلی کار جالب و زیبایی بود که جناب آقای محمدعلی دادخواه که جا داره همینجا هم من دوباره از این مرد بزرگ تشکر بکنم، دوست من، هموند من در شورای همبستگی، که به خاطر همین شرافتمندی هایی که کرد سالها زندان بود، الانم در میشه گفت حالا قرنطینه حتی فعالیتی است، اصلا اجازه کار بهش نمیدن. یکی از جرماش هم همکاری با من بود. به هر روی کارهای خیلی بزرگی کردیم و اون دادگاه و اون شکایت و شکایتی که من به یونسکو کردم، به سازمان ملل کردم، پیگیری‌هایی که کردم، نماینده‌ای رو از سازمان ملل خواستم، همونطور که خدمت عرض کردم از درون ایران، همون برنامه میزگردی با شما با آقای وفا مستقیم که میگم، من به نمایندگی از دوستداران میراث فرهنگی، آقای به نام راهساز به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی و پروفسور بزرگوار دوست ارجمندم در سازمان یونسکو پروفسور فرخ، ایشون به نمایندگی از یونسکو یک میزگرد خیلی به صلاح شکیلی هست، عزیزان میتونن در گوگل سرچ کنن سخنان منو بشنون، سخنان آقای راهساز اگر اشتباه نکنم، بله راهساز و آقای فرخ، و متوجه خواهید شد که فعالیت های ما باعث شد که ما پروژه رو تعطیل کنیم، یک هیئت از یونسکو بیاد با مخارج خودم و تلاش های عزیزانی که ما داشتیم، بزرگترین زنجیره انسانی رو ما در تنگه بلاغی راه اندازی کردیم، حرکت های خیلی عظیمی رو در راستای دفاع از میراث فرهنگی استارت زدیم که روز 7 آبان یعنی بزرگداشت کوروش بزرگ نیست، ادامه همین حرکت بود که افتخار این حرکت هم از ما و هموندان جنبش ایرانبانان هست. به هر روی بله، تمام این مدارک، این مسائل در فضای مدیا هست و در نهایت تصویبیه این، اون هنگامه وزیر نیرو آقای دوره احمدی نژاد بود، دوره اولش بود، آقای مشایی بود، من هم شکایت احمدی نژاد هم شکایت مشایی و در نهایت شکایت شخص خامنه ای رو به یونسکو کردم. تمام اینها باعث شد که 2 متر از تاج صد وقتی کارشناسا اومدن آبگیری کمتر شد و این 2 متر در از تاج صد که آبگیری کمتر شد باعث شد که آب به سمت دشت پاسارگاد و مقبره کوروش نیاد و در حقیقت میتونیم از نظر اصولی بگیم که نجات مقبره کوروش توسط من کوچک و هم‌اندیشانم در کانون فرهنگی لورهای بختیاری استاردش خود، البته بعد در یک کار جمعی و ملی ما تونستیم موفق بشیم. بسیار ممنونم از شما. خانم جیلانی اضافه میکنن واقعی بود زیرا من مشکل را به یونسکو بردم و نوشتم و اطلاع دادم، البته بنا به درخواست خانم میرزادگی. بعد من یه سوالی از شما دارم. اولا بذارید برای دوستان توضیح بدم که اون موقع امضا جمع کردن 10,000 نفر به آسونی این نبود که یه صفحه فیسبوک درست کنی، یه پولی بدی و هرچی ویتنامی و اینا هست بیان امضا کنن، شما این امضا رو برداری ببری. من 250,000 نفر امضا کردم، بعد یکی یکی را میفتادی، توماری مینوشتی، پتیشنی درست میکردی و میرفتی و امضا میگرفتی. این کارها این روزا ببخشید بعضیاش انقدر آسون شده که به صورت مسخره در میاد. ولی یه سوالی از شما دارم. اون موقعی که شما اون عکس رو دیدید، اون آقای پسرک جوان روی پله ها نشسته، آب اومده تا پاش، هیچ جا نوشتید که این کار اشتباهه، این عکس؟ بله 100%، بله بله، اتفاقا من همون موقع عرض کردم، من سخنگوی مسئول NGO
ببخشید شما سوالتون تمام شد، من هفتم بریدم مجرد میخواستم همینو بگم، میخواستم بگم فکر نمی کنید عکسای اینجوری اتفاقا ضرر میزنه به جنبش شما؟ بله کاملا. همون موقع ما اعتراض کردیم، همون موقع ما اعتراض کردیم که فتوشاپ بود. ببینید حالا من میخوام اجازه بده قضیه 10,000 تا امضا رو خدمت رو عرض کنم. وقتی که قبل از این مقوله ما در یک مسئله که در 33 پل اصفهان بود، قطار شهری 33 پل اصفهان، از کردم من دوستدار میراث فرهنگی و نماینده NGO مردم نهاد بودم، دوستان فعالمون یه جوانی بود به نام روحانی، همین الان از همین جا بهش درود میفرستم، ایشون اومد و با من ارتباط برقرار کرد. من یک سایت داشتم در اهواز به نام DFI، دفاع از فرهنگ ایرانی، DFI. در تمام دانشگاه های ایران ما شعبه داشتیم، به این صورت که مثلا سوال میزنم 100,000 تومان من در هر دانشگاهی یک نفر رو پیدا میکردم، جوینده یا بنده است، ارتباط خود دانشجوها با هم، 100,000 تومان براش میفرستادم و اونها یک روزنامه دیواری میزدن، تازه زمان به اصطلاح بعد از دوم خرداد و قضیه آزادی همین سازمان ها و NGO ها و فلان و فلان این قضیه شده بود. آیا این 100,000 تومان چیکار میکردن؟ برای مثلا کاغذ، برای نمیدونم یه میزی در همین حد. ولی این روزنامه های دیواری با طرح تعامل فرهنگی بین اقوام، من هست فیلم و ویدیوهاش خوشبختانه الان اومده بیرون، مثلا مثال میدارم در اهواز ما مسابقاتی میذاشتیم، مسابقه نقاشی بین بچه ها، و میگفتیم تعامل فرهنگی رو باید از بچه ها یاد بگیریم. تمام بچه های اقوام رو در همین سایتمون در بنر زدن، در ارتباطاتی که داشتیم جمع میکردیم، مثلا یک مثلا این مثالی که میخوام بدارم در پارک، تو پارک، پارک 24 متری اهواز، و یه مقاله نقاشی میکشیدیم برای عنوان تعامل بین اقوام. این حرکت ها رفته رفته ما رو به عنوان یک چهره فرهنگی مشخص میکرد و من به جایگاهی رسیدم که در سال 77 به عنوان فعالترین کانون فرهنگی کشور ایران، شخص من از سمت همین سیف پاسارگاد از قسمت یونسکو حتی تقدیرنامه برای من فرستادن، در روزنامه ها اسم من زدن، بهرام آبتین به عنوان فعالترین شخص در قسمت فرهنگی. یه مجله بود دقیقا یادم نمیاد چیه اسمش چی بود، هر سال مثلا بهترین ورزشکار، چه میدونم بهترین دکتر، بهترین چیز، من به عنوان معروف فرد فعال سازمانه مثلا حالا فرهنگی شناخته شده بودم. بروی این قضايا باعث شد که پس از اون قضیه دفاع از سیاسپول که قطار شهری میخواست از زیر شهر بشه و آسیب بهش میرسون و ما میگفتیم که نه، این قطار شهری باید مسیرش رو عوض بکنه، یا اینکه به اصطلاح یک موارد امنیتی رو برای این آثار باستانی در نظر بگیرن، حالا یا چه سازه های قوی تر، یا بالاخره یه کاری بکنن، تونل محکم تر، اینا که آسیب به سیاسپول نرسه. نهایتا در اونجا بود که یک عزیزی به من گفت که یک وکیل، من بعد از این قضیه که پیگیر شدیم، نامه نوشتیم به یونسکو، به صورت خیلی حرکت‌های انجام دادیم، همین بچهای اصفهان، ما برای قضیه سد سیوندم به دنبال این بودیم که شکایت بکنیم. یکی از همین بچهای اصفهان گفت که فلانی یه اصفهانی هست وکیل تهرانه و دفتر وکالت داره، دفتر وکالتش هم اسمش داده، راد یا داد، خدایا داد. اینجا بود که من رفتم با جناب آقای محمدعلی دادخواه آشنا شدم. چی بگم، حالا میگن مقدس، به نظر من واقعا آدم مقدسیه. من 1,000,000 تومان پول بردم رفتم دفترش، اولین باری که من باش آشنا شدم. ایشون دیگه آوازه من شنیده بود، بالاخره دوستدار میراث فرهنگی بود، آدم خیلی آگاه، دانا، نویسنده از نظر فرهنگی پر. خب منم بالاخره تو همین سایت ها و فلان اینا اسپرس من بود. بروی وقتی که رفتم و فلان، اتفاقا دفتردارش یکی از همتبارانمون بود، خانم چالنگی، جا داره از همین جا اگه برنامه رو بعد میبینم بازم از این بزرگوارم تشکر کنم. بروی ارتباط ما رو ایجاد کرد، ما رفتیم و گفتم آقای دادخواه حقیقت جران اینجوریه، من میخوام یه همچین قضیه دارم، میخوام شکایت بکنم برای قضیه مقبره کوروش، یه همچین صدی، یه همچین فلانی، میخوام شکایت وزارت نیرو رو بکنیم، یه وکیل میخوام شما رو به ما معرفی کردن.
1,000,000 تومان هم پول وردیم برای پیش پرداز و فلانا. وقتی که اینطوری بهش گفتم و اینا، گفت که جملت ایشون، گفت ببخشی فکر کرده فقط خودت مردی؟ مثل که ما مردیم و مثل که ما هم غیرت داریم و این صحبت ها، من هم تو با لباس محلی و فلانا. گفت همونقدر که تو حق داری برای میراث فرنگ فلان کنه، منم وظیفه دارم. نه پولتو بگی تو جیبه، من به صلاح همین چه بگن الله به قول عربا فی سبیل الله، حالا نمیدونم جمله شیبه، مجانی این کار این کارو میکنه جانم. بله مجانی و در راه خدا این کارو میکنه اون انجیو. آره در راه فرهنگ. آره بله. به هر روی انجیو هم که شما گفتید دوستان، وقتی که شرکتی باشه که به اصطلاح نان گاورمنتال باشه، دولتی نباشه، ارگانیزیشن ها رو NGO میگن و بیشتر اینها چیزایی هستن مردمی. آقای نیساری اگه یه وقت شما صحبتی دارید یا سوالی دارید که میخواید همینجا من میخوام پودش میخوام، من خیلی پرحرفی میکنم، ولی تیکه فرمودی که چگونه 10,000 تا امضا جمع کردید. جناب آقای دادخواه روی بلگ آچار دو خط برای من نوشت، این جانب امضا کننده زیر آقای محمد علی دادخواه، شماره همون به صلاح وکالتش نوشت به شماره فلان فلان را وکیل میکنم برای وکالت میدم به آقای محمد علی دادخواه وکیل شماره فلان برای پیگیری همین قضیه صد سیون. دو خط، این دو خط رو روی بلگ آچار برای من نوشت. من رفتم این دو خط رو یه چاپخونه به صلاح ماشین کردم. اون هنگام اینترنت اینا نبود، فکس بود، یعنی اینترنت بود خیلی به قول خودمون مشی، مثلا اینترنتی که فرق من برای خونم داشتم خیلی مثلا دیگه کلاس هم بالا بود و اینترنت قوی و یه داستانای خیلی هر کسی نداشت، مثلا تلفن هوشمند اینا نبود. به هر روی با فکس تمام این دانشگاه‌هایی که عرض کردم شعبه داشتیم، آدمای بسیاری می‌شناختیم. مثلا مثال می‌زنم برای بچه‌های اهواز، فعالین اهواز، این بلگه آچار، یه بلگ آچار رو فرستادم اونا مثلا 300 تا 400 تا، ولی براشون توضیح دادم چون آقای محمد علی دادخواه منو مجاب کرد، گفت حتما باید آدرس، شماره تلفن، امضا و اثر انگشت افراد پای این کس باشه. الکی کسی امضا نکنه ها، و من تعهدی که بهشون دادم، دوستانم هم حال همه آدمای درستی بودن، اومدم چیکار کردم، اومدم این بلگه رو نخستین کسی که براش فرستادم پروفسور کرمزاده بود، رئیس دانشگاه چمران، برای پروفسور کرمزاده فرستادم، رئیس دانشگاه، آدم بسیار عالی رتبه، بسیار شریف، فکرشو بگن، یعنی یکی از نکته‌های اساسی و درست ما آدمای درستمون بود. ایشون بلا درنگ به چندین دانشجو فعال داد، یعنی دانشگاه چمران توی فکر کنم دو روز، حالا چون پروسه های درسشون تفاوت داشت، تمام بچه دانشجوها امضا کردن، همین دانشجوها به دانشجوها دیگه فرستادن، دانشگاه دیگه، سر پل سر چهارراه نادری، جالب اینجاست، عکساش هست، فیلماش هست. آقای آپتین، من می‌خواستم اینو بگم که اگر آقای نیساری هم چون لطف کردن اینجا هستن صحبتی داشتن، یا اگه شما خواستید هر وقت ایشون به اصطلاح خواستن میتونه صحبت کنه، حتما از ایشون استفاده می‌کنیم. نه ایتیکر رو می‌خوام بگم بعد دیگه جناب آقای نیساری بزرگم سکان سخن رو به دست می‌گیرن. این 10,000 امضا با شماره، بعد خودم چیکار کردم؟ مثلا وقتی که اومدم از تهران رفتم شهرداری مشهد، حقیقت با گردن کلوفتی رک بگم، رفتم اتاق شهردار آقای سید رسول صالحی، رفیقم بود، بچه شهرم بود، ما هم یه آدم فعال، گفتم آقا این جریان اینطوری، یعنی همه هم استقبال میکردن، خودش همونجا امضا کرد، نماینده هاش و فلان، یعنی تمام اعضای شهرداری مشهد ایمان همه امضا کردن، یعنی اینطوری میخوام بگم تمام افرادی که امضا میکردن، آدمای سرشناس، آدمای ادارات، آدمای دانشجو، بعد میز میذاشتیم تو خیابون، چهارراه نادری رو میگفتم، میز مثلا بچه ها میذاشتن، چهارراه نادری خیلی شلوغ اهواز بعد از ظهری بود، صف گرفته بودن، برخی مواقع چند میز بود، مثلا صف 200 نفر 300 نفر توی صف، برای اینکه بیان امضا کنن، شماره تلفن بدن و انگوش بزنن،
10,000 تا امضا از آذربایجان، از کردستان، از لرستان، از استانهای گوناگون جمع کردیم. 10,000 امضا رو وقتی که من برای جناب آقای انقلاب کردیم، واقعا برای جناب آقای دادخواه فرستادم و شکایت کردیم در شعبه نهم کارمندان دولت. اتفاقا جالب اینجاست، یه روز دیدم آقای دادخواه به من زنگ زد گفت فلانی از یه قسمت دادگاه 3,000,000 تومان برای من فیش اومده که من باز بریزم به حساب. گفتم برای چی؟ گفتن که بله این شکایت 10,000 تا حساب کردن، تو باید این قسمت از وکالت باز 3,000,000 بدی. من گفتم که آقا من پول نگرفتم از کسی، این کار اینطوری کردم. اونا گفتن که نه فلان فلان. حالا چون شاکی اولی من بودم، یعنی اولی من بودم که به اصطلاح وکالت به آقای دادخواه داده بودم، بعد بقیه امضا کرده بودن، که من بلند شدم خودم اومدم تهران برای اینکه 3,000,000 رو از آقای دادخواه کم نکنن. رفتم اونجا و گفتم آقا این پرونده من طرفشم و من به آقا پول ندادم، یا آقا اصلا از ما پول نگرفت. داستان مفصله. 10,000 تا امضا رو اونا 6,000 تاش قبول کردن، ولی این کار رو کردیم. البته خود 10,000 تا همه اصل بود و در تاریخ این حرکت بزرگ رو ما به ثبت رسوندیم. سراپا گوشم جناب آقای نیساری بزرگوار، پوزش بخوام، خوش میکنم به شما. آقای نیساری بازم سلام خدمت شما و دلمون نمیاد که شما اینجا باشید و صحبت نکنید با دوستان بیننده و شنونده. من در قسمت بعدی از آقای آبتین سوال خواهم کرد که چرا ایشون به دیگران پیله میکنه برعکس، و چرا راه خودشونو نمیرن و به اصطلاح هم فکران و چون ایشون یه جا خیلی قشنگ صحبت کردن، گفتن که ما باید بگردیم دنبال افرادی که با ما وجوه مشترک دارن، ولی میبینم که برعکس ایشون توی این زیر ذره‌بین گذاشتن دنبال افرادی هستن که وجوه مشترکی ندارن با ایشون. این رو مورد بحث قرار میدیم، ولی فعلا چند دقیقه با آقای نیساری باشیم. دوستان عزیز، آقای فرزاد نیساری در تلویزیون مردم گهگاهی هر وقت زورمون برسه و پیداشون کنیم حاضر میشن، از ایشون ممنونم. آقای نیساری، این شما و این هم بیننده ها و شنونده ها. ضمناً خانم جیلانی نوشتن اون مجله که شما گفتید، مجله یونسکو به نام کوریر هست یا شغل و اینها، و یک خانمی هم به نام نسترن بک نوشتن یه چیزی که من نمیتونم بخونم، اگه ایشون لطف کنن بیشتر توضیح بدن یا بهتر بنویسن من اون رو میخونم. آقای نیساری بفرمایید. جناب سرگی خیلی معذرم، به بانوی بزرگوار خانم جیلانی درود برسونید، ایشون هم واقعا خانم فعال و بزرگواری هستن، من افتخار آشنایی با ایشون هم دارم. اتفاقا ایشون هم همون هنگامه خیلی فعالیت در این راستا داشتن. ازشون خواهش دارم از این مدارکی که من گفتم اگر ایشون میتونن تهیه بکنن برای شما بفرستن که سند حرفای من رو هم شما ببینید. بسیار ممنونم خانم جیلانی، صدای شما رو شنیدم خانم جیلانی. هم من ممنونم و خوشحال که شما اینجا هستید، هم دوستان. بفرمایید. خب آقای نیساری فعلا رفتن، تا دوربینو بردم روشون ایشون رفت. خب بذارید من یه سوالی از شما بپرسم. من دبیر بودم در ایران و این رسم بود که میگفتن املای نوشته نشده غلط هم نداره، یعنی خیلی آسونه که از دیگران ایراد بگیریم، ولی خیلی مشکله که خودمون یه کاری رو انجام بدیم و مشکلتر این که بدون نقص و ایراد باشه. شما چرا به جای این که، چون دیدم این سازمان هایی هم که شما از اون موقعی که من میشناسمتون چند بار اسامیش عوض شده، و چرا به جای این که یه سازمان درست کنید، یه وبسایت داشته باشید، یه سکوی ارتباطی داشته باشید، همین چند روز پیش دوباره فیسبوک شما رو بلاک کرده بود که من به آقای نیساری هم پیشنهاد کردم این سازمان ها و جنبش ها اولین کاری که میکنن باید یه سکوی ارتباطی داشته باشن مال خودشون باشه و کسی نتونه اینا رو بلاک کنه. بله توییتر مجانی، فیسبوک مجانی، اسکایپ مجانی، خوب هم هستن، ولی یادمون باشه هر وقت هم اینا خواستن اینا پاشونو میذارن رو اون لوله آب و آب برق خونه ما قطع میشه. شما چرا این روش رو پیش نمیگیرید که اینجا رسمه، حتی اوباما هم این کار کرد، بهش میگن گراس روت موومنت یا جنبش های ریشه‌ای. میاد طرف با همسایش صحبت میکنه، بعد همسایش که جذب کرد، حتی همونجوری که شما گفتید تو مراسم ختم و اینا میرن،
چون اونجا مردم نشستن جای جمع کردن و اینها هست. بعد دو نفر دیگه بعد برنامه میذارن شما چهار نفر بیار اینا. چرا فکر کردید به جای اون کار بیان ایراد بگیرید از دیگران و اونها رو زیر ذره بین ببرید؟ که به نظر من اونم کار درستیه، معلوم میشه که اونها چند مرده علاجن یا بهشون محک میزنید. اینو خیلی کوتاه جواب بدید تا با آقای نیساری صحبت داشته باشید. بله چشم. شما به یک مسئله اشاره کردید که چرا نام‌های شما تغییر میکنه. خیر، من از درون ایران به صلاح کانون فرهنگی لورهای بختیاری ایران بان رو تشکیل دادم. اتفاقا در مصاحبه‌هایی که مثال میزنم با همین آقای وفا مستقیم داریم، زیرنویس صدای امریکا در همون هنگامه نوشته است بهرام آبتین، سمتمون می‌نویسه ایران بانان و ما جنبش ایران بانان هرگز نامش تغییر نکرده. متوجه منظور شما نشدم. ما همیشه جنبش ایرانبانان بودیم. ایران که وطن ماست، بان هم یعنی نگهبان، پاسدار، مواظبت کننده و امیدوارم در اون جایگاه آدمهای بروی انجام وظیفه کنی باشیم. و اما در بخش دوم که فرمودید که چرا حالا عامیانه موی دماغ دیگران میشوید، حقیقتا این بخش مهم کار ماست که به مردم فریب خورده و در پروپاگاندای تبلیغات دروغ قرار گرفته نشان بدهیم آن چیزی که خودمون متوجه شدیم رو به اونها، که این مدعیان لیدری اپوزیسیون دروغگویان و معاملگرانی بیش نیستند. و اگر چنانچه ما بخواهیم از این بختی روزگار خارج شیم، نیاز به زنان و مردان ایثارگر داریم که این معاملگران جزء این قماش نیستند. در اصل ما با این کشاکش فرهنگی و سیاسی که شروع کردیم داریم سری دوست رو از ناسری دشمن برای هممیهنان خودمون تمیز میدیم. و در قسمت آخرم که فرمودید چرا یک رسانه ثابت ندارین، گرامی همانطوری که میدونید، نمیدونم حتما میدونید چون هنگام تو جریان بودید، من در تلویزیون پارس برنامه ثابت داشتم. به دلیل همین فاشگویی، به دلیل همین به اصطلاح راد و حقیقتا خالص کار کردن ما، تلویزیون پارس از ادامه فعالیت ما به روی ممانعت کرد. اون هم به دلیل اینکه من آخرین برنامه من رو اگر شما ببینید، من آمدم با سند اعلام کردم که آقای خامنه‌ای یک شخص مفعوله و چون خودش مفعوله میاد حکم تجاوز به زندانی‌های سیاسی در زندان‌ها رو طی اون فتوای قضایی اعلام می‌کنه، که در همون هنگام داستان‌ها مفصل برنامه ترور من در همین آلمان پیش اومد و مسائل دیگر. و در نهایت تلویزیون پارس که من، شما دقیقاً احتمالاً یادتون باشه، من اونجا پول می‌دادم، خرید ساعت می‌خریدم، رو برنامه رو از من گرفتن. در تلویزیون ایران آریایی برنامه داشتم، اونجا هم به همین سبک من پول میدادم. قرار برای این بود که من حتی قراردادش من دارم، همین الان هم میتونم تو مدارکم در بیارم. قرار شد که قرارداد یک ساله که من یک سال به اونا به صورت پول بدم کار کنم. یه خانومی بود به نام دخی عبدی، دو تا یا سه تا برنامه هم داشتم، آمد گفت که در قبل از شروع برنامه ما خودمون یه به صورت تیزری داشتیم. درست میگم تیزر؟ شما فنی هستید، حتی تو برنامه‌ای که با خودتون داشتم هم پخش می‌کردید، همین اقوامو نشون میداد و ساز و دهل و فلان و فلان. اینا میگفتن که نه، شما باید نمی‌دونم شاهنشاهی ماه فلان چیز شاهنشاهی بدارید، که من در پاسخ گفتم ما همچی کاری نمی‌کنیم، ما اقوام هستیم و شما شاهنشاهی هستید، باش ما خودمون به صلاح برنامه خودمون رو داریم. بروی در رادیوهای بسیار، در تلویزیون‌های بسیار به صورت گذری می رفتم، اما از هنگامی که فضای ارتباطات از جمله فیسبوک به خصوص اینستاگرام، تلگرام حقیقتا آمده، به نظر من دیگه فضای ماهواره ها میتونیم بگیم بروز نیست و به این خاطر هست که بیشتر در فضای ارتباط داریم، که خوشبختانه ارتباطاتمونم با مردم بیشتر است. سراپا گوشم. بسیار ممنون آقای نیساری، ما با شما هستیم. شما نظرتون درباره این صحبتایی که بین من و دوست خوبمون آقای آبتین به اصطلاح شد چی هست و چه چیزایی رو شما میخواین به اصطلاح اندرلاین کنی یا بیشتر مورد توجه قرار بدید؟ بفرمایید.
بسیار با درود مجدد به شما و میهمان گرامیتون، بسیار سپاسگزارم از حسن نظری که داشتید و گفته هایی که اینجا به اصطلاح گفته شد. درود بر هممیهنان گرامیم، درود بر استادان و معلمینی که به من درس ایستادگی و زندگی دادند، درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور می بوسم. فرزاد نیساری هستم از این قشقایی در خدمت مردم ایران. به نام فرزندان کنون و آینده ایران در خدمت هستم. و ببینید آی سوربی، همون جور که بارها صحبت کردیم در گذشته، تمام کنه مطلب و به اصطلاح نتیجه مبارزه ما و هر سازمانی که مدعیه به اصطلاح مبارزه در ایران هست، این هست که هیچ فرزند ایرانی شب سر گرسنه بر بالین نگذاره، در خونه همه ایرانی ها به ویژه فرزندان ایران آسایش، آرامش و اعتماد به آینده باشه. یعنی همیشه نگاه به جلو باشه. ملتی که در آسایش و آرامش باشه، آموزش و پرورش درست خواهد داشت و با آموزش و پرورش درست در قرن اخیر و در سالهای اخیر هست که ما میتونیم در حقیقت یک کشور قدرتمند، یک مردم بسیار با اصالت رو پرورش بدیم و اینها رو بتونیم برای آینده کشور خودمون آماده کنیم. خب، صحبت شد اینجا در رابطه با مسائل گوناگونی. یک مسئله مهم این است که ما همیشه گفتیم کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، و یک همچین مسئله‌ای به قول خود ما جنوبی ها اکثرا میگیم که یک سوزن به خودت بزن بعد برو یک جوالدوز به دیگری بزن، این هست که ما هم خودمون رو در رده همه اونها مسئول پاسخگویی به مردم میدونیم و مردم علارغم اینی که اکثر سازمان ها مردم رو رعیت و نمیدونم امت و به اصطلاح آدم های بی سرپا به حساب میارن، مردم در قاموس فرهنگ ما جنبش ایران بانان در حقیقت اون در اون سطح بسیار بالا می نشینند و حاکمان اصلی و صاحبان اصلی ایران در حقیقت همون مردم هستند. حالا بحث ما این است که چه کسانی پاسخگو به چه کسان دیگری هستند. اکثر این سازمان ها در نظرشون این هست که مثلا آقای حاج پسر رضا پالانی یا خانم مریم رجوی یا به اصطلاح رهبرهای سازمان های دیگر چه نیازی هست که بیان و پاسخگو به من و آقای آبتین باشن یا هر کسی دیگری. پاسخ ما به اینها این است که هر کسی که در ایران مدعی رهبری یا مدعی خدمتگذاری برای مردم ایران میکنه، پاسخگو هست و نوکر و خدمتگذار پایین ترین فرد درون ایران هست. اگر همچین خصلتی نداره، اگر همچین خواسته ای نداره، اگر هدفش این است که بیاد اونجا به اصطلاح بره تاخچه بالا بشینه و انتظار داشته باشه که مردم بیان به این احترام بگذارن، این بسیار در اشتباه هست و مردم ما بایست این رو درک کنند که انسانهایی در درون ایران هستند، همانند من، همانند آقای آبتین، علارغم اینه که به اصطلاح در وجودمون بسیار نیرو خوابیده ولی ما خاک پای همه مردم ایران هستیم، به ویژه اونهایی که درمانده، گرسنه، بی سر و پناه و به اصطلاح گرفتار این دریوزگان فعلی ایران شدند. و این انتظار رو هم از تمام کسانی که مدعی هستند داریم. صحبت شد اینجا در رابطه با اعتماد و اتحاد با یکدیگر. البته همون جور که شما دیدید در هیچ برنامه‌ای خان آبتین از به اصطلاح اون خواستهای مردم ایران پایین نیومدن. یعنی در همون زمانی که ما داریم صحبت میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم سازمانها رو، اشکالهای اینها رو هم جلو میکشیم و اونها هم آزاد هستن که بیان اشکالهای ما رو به اصطلاح جلو بکشن، منتها مرزی رو که ما اینجا به اصطلاح میکشیم، اون چیزی رو، سنگ محکی رو که ما اینجا ازش استفاده میکنیم برای ایجاد اتحاد و اعتماد همکاری بین ما، در حقیقت راستی و درستی است. اگر کسی بیا و راستی و درستی رو زیر به اصطلاح علامت سوال نبره، مثال میزنم، مسلماً من با کسی که سلطنت طلبه هست سیاست مساوی نداریم، مسلماً با کسی که
نظرش تجزیه ایران هست، ما نظر ما مشابهی نداریم. اون کسی که طرفدار مجاهد هست یا کسی که شریک فدایی و حزب توده‌ای هست که 40 سال با این رژیم همکاری کرده و ضمناً 57 سال با رژیم پالانی همکاری کرده، ما آبمون توی یک جوب نمیره. مشکل ما این نیست که ما تفاوت ایده داریم، مشکل در این است که من سیاستم همونی هست که کف دستم هست. چرا؟ چون استاد من یعقوب لیث همون جور برخورد کرد که من میکنم و یا خان آبتین میکنه، ولی اینها نامردها با دروغنی رنگ میخوان بیان جلو. بنابراین به اصطلاح پیام من به اینها این هست، به اپوزیسیون: شرم چرا میکنید؟ چرا خجالت میکشید از اینی که بگید واقعا سیاست شما چی هست؟ بیایید از سیاستتون دفاع کنید و بگید آقا جون من معتقدم که مثلا سرزمین ایران بایستی تجزیه بشه. بیایید بگید خودتون رو پنهان. این دروغ گفتن ها است که کار ما رو خراب کرده. یعنی وقتی من با نیروی ایرانی و جوان ایرانی که بایستی بیاد توی خط اتحاد و توی خط اعتماد و توی خط یک رنگی و توی خط به اصطلاح مبارزه برای این رژیم ددمنش، اول باید براش ثابت بشه که آقا من دوستش هستم یا اونی که سرسری رفته دنبالش افتاده. هرچی حالا من تاریخ ایران رو جلو این میذارم، میگیرم آقا شما دروغ میگی. اون دروغگویی که نه سند استفاده میکنه و نه مدرک و بلکه با نیرنگ اومده جلو، در حقیقت داره نیروی ما رو تضعیف میکنه. این هست که در به اصطلاح راستای این سیاست، جنبش ایران بانان تمام سازمانهای درون ایران رو به چالش میکشه و میگه آقا جون شما هم بیاد ما رو به چالش بکشید، ولی حقیقت رو بگید. بیاد بگید آقا آقای فرزاد نیساری در فلان جا فلان خرابکاری رو کرده، ولی حقیقت رو بگید. اتفاقا هر چی که اینها دروغ بگن، هر چی که اینها بخوان نیرنگ بیشتری به کار ببرن، به نفع ما هست. برای اینکه جنبش ایران بانان با کسانی که درش هستند اون بیدی نیستن که با این بادها بلرزند. ما آمده ایم به نام مردم ایران، نه اینکه رهبری برای مردم ایران بکنیم، نه اینکه بیان به مردم ایران بگیم رئیس شما هستیم و همه کار شما هستیم. خیر، ما خدمتگزار، نمیدونم نوکر، نمیدونم تمیزکن خانه های شما، هر چی که بگید هستیم، با شما هستیم، از شما هستیم. و بنابراین این سازمان ها مجبور، اینها رو هم مجبور میکنیم که بیان، یا بایستی دست اینها رو به درستی رو کنیم و میکنیم و شوخی هم نداریم تو این مسئله، یا اینکه اینها بایستی به طرفدارانشون با حقیقت صحبت کنن که نمی کنند و ما این حقایق رو باید بکشیم بیرون. راه ساده ای نیست و مسلما هست، ما هم میدونیم که این کارا کارهای ساده ای نیست و اونها انگ میزنن همون جور که شما به درستی میدونید. همین دو روز پیش 4-5 نفر در لباس قشقایی و در لباس به اصطلاح محلی آمده بودن و میگفتن که من کلاهبرداری کردم در شیراز، چون دفتر وکالت داشتم در شیراز و من وکیل بین‌المللی نیستم و یک وکیل نمیدونم دست و پا افتاده و کلاهبردارم، در صورتی که زمانی که من در ایران بودم اصلا قابلیت وکالت نداشتم، چون مدرکش رو نداشتم که همچین کارایی رو بکنم. هر چی که اینها نیرنگ به کار ببرن، مردابی هست که برای خودشون ایجاد میکنن. ما را که حساب پاک است، از محاسبه هیچ باکی نیست. منتها یک مسئله این است که آقای سوربی، درست خان آبتین هم همون جوری حرکت کرده که من میکنم. یعنی در زمانی که من در دانشگاه به اصطلاح خودم محصل بودم، در 7-8-9 تا دانشگاه دیگر به اصطلاح کانون دانشجویی را انداخته بودم و فعال بودم. در زمانی که من خودم کار میکردم، تحصیل میکردم، کانون ایرانی ها را انداخته بودم که در کل سطح به اصطلاح کشوری و تا یک دایره به قطر 500 مایل حرکت میکرد و هر کسی که به اصطلاح گرفتاری داشت با من تماس میگرفت. 24 ساعت تلفن من در اختیار مردم بود. تا اونجا که در اختیارم بود و در توانم بود، من حرکت کردم. ما مردمی حرکت میکنیم و تفاوت ما با اونها در این هست، این هست که به چالش میکشیم. قدرت ما قدرت مردمی هست. هر وقت که ما صحبت میکنیم، از یک طرف حواسمون به نون و آبی هست که سر سفره بچه های خودمون میگذاریم و در همون آن حواسمون به خانواده هست که بچهش گرسنه جلوش گرفته و نشسته. تا
تفاوت ما با اینها این است. رهبران ما باربیکیو نمیذارن که به مردم پخش کنن بگن بیا ببین ما چجوری کباب راه انداختیم، بعد بچه ایرانی اونجا گرسنه گرفته نشسته. رهبران ما میلیون ها دلار در جیبشون ندارن، اگر داشتن مطمئن باشید که این رو صرف کردن و به نفع مردم به کار بردن. زنده و پیروز. منظور شما آقای رضا پهلویه که نشون داده بود چجوری توی مسابقه فوتبال دوستانش جمع شدن و باربیکیو میکنن، اینو میگید؟ کاملا. ببینید آقای سوربی، من جا داره از خان آبتین، از خانم بیه جیلانی و کسانی مانند ایشون، و اینجا هم بایستی نام ببرم، از پدر آقای محمد امینی، من یادم هست اینها به درستی و واقعا از خودگذشتگی مقداری از تاریخ سرزمین ما رو در حقیقت نجات دادن. خود آقای پدر محمد امینی من یادم هست که خلخالی و دیگران میخواستن برن چیز رو، تخت جمشید رو اصلا داغون کنن، و اگر ایشون و افراد محلی به ویژه کسانی که در اطراف مردشت بودن همکاری نکرده بودن، مسلم بدونید که اون چیز رو هم که به اصطلاح پالانی ها نتونسته بودن در تخت جمشید ببرن، اینا خورده خراب میکردن. بنابراین آدم های اینجوری بسیار با ارزش هستن و من تا ابد از اینها سپاسگزارم. زنده و پیروز. بسیار ممنونم. حالا که شما راجع به آقای امینی بزرگ صحبت کردین، جا داره که ضمن اینکه از ایشون تشکر میکنم، من افتخار داشتم که توی برنامه ها اینا، چون همینجا ویرجینیا زندگی میکردن تا زمانی که فوت شدن و برنامه قدردانی هم بود، من اونجا MC بودم و ضمن درباره این موضوعی که مردم اون منطقه رو جمع کردن جلوی لودر و اینها وایسادن، من اون موقع خودم در ایران بودم و شما این نکته ای رو گفتید، بعضی از دوستان توجه نمیکنن، همین که شما گفتین باقی مونده اون چیزی رو که پهلوی از دست نداده بود این آخوندها میخواستن خراب کنن. دوستان برید مطالعه کنید ببینید در زمان رضا شاه چقدر اجازه داده خارجی ها بیان به اصطلاح کند و کاف کنن و اون چیزایی رو که این روزا به عنوان زیر خاکی هست وردارن و ببرن، و اینی که شما میری انگلستان، میری فرانسه، میبینی یه بخش بزرگی اونجا اینها هست و تعجب میکنی از اون زمانه. و البته من خوشحالم که اینها رفته، چون اگر نرفته بود حالا آخونده همه رو به اصطلاح نابود میکردن. در صحبت های شما آقای نیساری، شما بر اساس حرف آقای آبتین که ما با دنبال وجوه مشترک بگردیم و اونها رو با هم رفت بدیم، با هم سوار یه اتوبوس بشیم اگه داریم میریم به یک طریق، به یک مسیر و مقصد، شما مجاهدین رو گفتید باهاشون هیچ سازشی ندارید، ولی اگه اشتباه نکنم آقای آبتین گفت من با اونها هم میتونم بشینم صحبت کنم. چجوریه که یا من اشتباه متوجه شدم یا جنبش ایران بانان دو تا به اصطلاح راه و روش داره؟ شما میگید من با اونها کاری ندارم چون اونها امتحانشون رو پس دادن، قبول رد شدن توی امتحان، و آقای آبتین میگن که ما با اونها هم میتونیم صحبت داشته باشیم و وجوه مشترک داریم. آقای آبتین من اشتباه شنیدم. بذارید این رو بهتر باز کنم. بفرمایید. از اون جایی که ما هدفمون به اصطلاح حرکت مردمی هست، از اون جایی که ما به عنوان قسمتی از مردم ایران حرکت میکنیم، این رو قبلا هم از من پرسیدن، من نیازی به گرفتن اجازه برای دعوت و به زیر علامت سوال کشیدن آقای حاج رضا پسر پالانی و یا خانم مریم رجوی یا خود آقای رجوی و هر کس دیگری که بزرگترین نیروی به اصطلاح مدعی درونیان هست نیازی ندارم. یعنی بدون اجازه من از جانب مردم میاد و اون نیرویی که در وجود من نشسته. بنابراین با هر کسی که مدعی هست در رابطه با ایران بدون اجازه میشینم و گفتگو میکنم، اما در گفتگوهایم دو هدف دارم. یکی این هست که با راستی و درستی با اینها برخورد میکنم و هر جایی که اشتباه میکنن بهشون میگم اشتباه هست، من راه اشتباه اینها رو هرگز نخواهم رفت، هرگز راه اشتباه اینها رو نخواهم پذیرفت، از حقوق مردم ایران دفاع میکنم، و اگر اینها حاضر بشن و بیان و از منافع مردم ایران دفاع کنند و اون رو زیر پا نگذارند ما در خدمتیم. این خیلی ساده است. من به اقوام خودم روز اول گفتم
یعنی وقتی که به اقوام خودم گفتم که میخوام برم همچین کاری رو بکنم و به نام قشقایی حرکت کنم، یک چند نفر در اومدن گفتن که آقا ایلخان ما در حال حاضر با همچین چیزی ممکنه موافق نباشه. صحبت من با اینها این بود، من کاری به ایلخان که موافق باشه یا نباشه ندارم، مردم ایران ایلخان رو تعیین میکنند و بنابراین به خاطر خواستهای مردم ایران هست که من قدم جلو میگذارم در رابطه با مجاهدین این سعی است، در رابطه با هر نیروی. بنابراین از اون جایی که به خودم اعتماد دارم، از اون جایی که تاریخ زندگی من به خود من ثابت کرده و نیازی به اثبات به دیگران ندارم که میمانم و از حق دفاع میکنم، بنابراین با هر کسی صحبت میکنم، اما حاضر نیستم یک ذره از حق و حقوق مردم ایران بگذرم. اگر شما دیدید ما کنار مجاهدین نشستیم، کنار هر سازمانی در ایران نشستیم، مطمئن باشید، مطمئن باشید که یک ذره از حق و حقوق مردم ایران پایین نیومدیم. مثال میزنم، آقای حاج پسر رضا پالانی، مثال میزنم، البته ایشون اصلا معلوم نیست که کی هست، پادشاه هست، رئیس جمهور هست، نمیدونم کبابچی هست، تبلزن هست، حالا به هر صورتی نقاش هست، فیلمبردار هست، هر چیزی که هست، اگر ایشون بیاد و مدعی بشه که به اصطلاح پادشاه ایران هست، مطمئن باشید من بغل دست ایشون وای نمیستم، پادشاه رو مردم ایران تعیین میکنن. اگر خانم مریم رجبی اومد گفت رئیس جمهور ملت ایران هست، بنده هرگز بغل دست ایشون وای نمیستم، برای اینکه رئیس جمهور ایران رو هم مردم ایران انتخاب میکنن. برای همین هست که شما در زیر بسیاری از برنامه های من دیدید نوشتم کاندید، یعنی خود من هم مدعی همچین چیزی نیستم، یک خدمتگزار، دو سرباز، سه کاندید. این است که خیر، وقتی میگیم به هر قیمت، چه من چه خان آبتین، ما شما دارید اون سه برنامه رو که الان ما گذاشتیم در رابطه با مناظره با این سه سازمان ببینید، ریست و راست این سازمان ها رو ما کشیدیم بیرون. البته حالا صحبت این میشه آقای سربی، که یکی میگه اگر شما با چنین به اصطلاح شدتی از اینها ایراد میگیرید، چطور انتظار همکاری با اینها دارید؟ حالا دید ما این هست، نه تنها انتظار همکاری داریم، نه تنها انتظار تعظیم آنها در مقابل مردم ایران داریم، بلکه تعظیم آنها و پایین آمدن از این به اصطلاح ایده های غلطشون رو به خاطر اینی که پاسخگو به مردم ایران هستند انتظار داریم، نه اینی که بیان پاسخگو به ما باشن. موظف هستن، اینها وظیفه مندن که به خاطر انقلاب و به خاطر مردم ایران از اون خطی که به اصطلاح فکر میکنن پایین بیان و پاسخ مثبت به مردم ایران بدن. از این جهت هست. زنده و پیروز. بسیار ممنونم. شما از ایلخان صحبت کردید و اینها، یه آقایی هم هست اونم در تلویزیون مردم برنامه داشت، آقای هوشنگ رادخو، ایشون هم ادعا میکنه که من ایلخان هستم یا خان ایل هستم. ضمناً آیا این ایلخان بودن یا خان ایل بودن هیچ رابطه‌ای با اون ملوک و طوایفی داره؟ من البته خودم بعض وقتا میگم اینایی که دنبال فدرالیسم هستن اگه یه مقداری برن بخونن، این سیستم در ایران بوده و وقتی ما میگیم شاهنشاه، اگر شاهان ما واقعا عاقل بودن اونا رو نگه میداشتن، مثل همینجا که آقای ترامپ الان شاهنشاه 50 تا شاه ما داریم، اونا هم میتونستن 50 تا استاندار فرماندار داشته باشن، اسمشون رو بذارن شاه، اون آقا هم شاهنشاه باشه. یه مقداری از این سیستم ایل و ایلخان، و احتمالا اگه شما آقای رادخو رو میشناسید نظرتون درباره ایشون چی هست؟ هر کدوم از شما ببینید، انسانهای نیک بسیار، انسانهای نیکو و خیرخواه بسیارند. هدف ما جمع کردن این انسانهای خیر و نیکو هست و هر کسی که خیر و به اصطلاح خوبی مردم ایران رو بخواد، بنده خود من سربازش هستم و در خدمتش هستم. بریم سر اصل مطلب، مسئله ایلخانی. ایلخانی یک ایل در حقیقت میشه مثل شاه اون ایل، یعنی سردسته اصلی تمام اقوام و تیره ها و طایفه های درون آن ایل میشه ایلخان، یعنی خانی که برتر تمام خانه های دیگر هست. و این ایلخانی رو در عرض چند به اصطلاح 500-600 سال گذشته به اصطلاح مثلا در رابطه با قشقایی ها، اینها رو حکومت مرکزی تعیین می کرده.
نه انتخابات آزاد مردم. در 100 سال گذشته به ویژه به خاطر اتفاقاتی که در دنیا افتاده و سیستم به اصطلاح کهنه اقتصادی رو به سیستم نو رفته، اون سیستم فئودالیسم که به اصطلاح ملوک طوایفی بود، هنوز هم شاه طوایف بود، اون یک سیستم هست ولی سیستم اقتصادی فئودالی بود، اون رو به زوال رفت. ملوک طوایفی هنوز ما خان داشتیم، ولی همون خانهای قشقایی 20 سال قبل از انقلاب اصلاحات ارضی شاه، 20 سال قبل از اصلاحات ارضی شاه، ایلخانی قشقایی سند زمین ها رو بین به اصطلاح افراد خودش و به اصطلاح ایل خودش تقسیم کرد. این رو تاریخ نوشته و تاریخ گفته. بنابراین برمیگرد به اینی که آقا رئیس اینها کی هست. خب مسلماً از زمانی که پهلوی ها سر کار اومدن ایلخانی به زوال کشیده شده، ولی اونها مهم نیست، هنوز خانها موندن، از قدیم خیلی ها هنوز سر جاشون هستن، ولی اون به اصطلاح ارتباطی که در گذشته بود، مثلا زمان قاجار بود که خان هزار تا کار میکرد نمیکرد، اونها دیگه گذشته. حالا آقای هوشنگ رادخو نمیتونه بیاد بگه ایشون ایلخان هست، چون ایلخان کسی هست که خان خانها هست. خود بنده ایلخان کسی نیستم، بنده سرباز کوچک بیش نیستم، یعنی تمام خانهای به اصطلاح ایل لور یا قشقایی یا بختیاری بایستی بیان بگن آقا جون فلان کسک ایلخان ما هست. همچی کسی ما نداریم در حال حاضر. بنابراین من ندیدم که ایشون بگه ایلخان هست، ممکنه بگه خان هست. ایشون برنامه های به اصطلاح فرهنگی مثبتی داره، دو برنامه گوناگون برای آینده مردم ایران نوشته. متاسفانه من تا حال حاضر همچین چیزی رو نخوندم. ایشون تازه در عرض دو هفته گذشته به فیسبوک من پیوسته و اینها رو من حتما میخونم. اگر هر کسی که کار مثبتی برای مردم ایران بکنه، من نوکرش هستم و چاکرش هستم و چیز بدی من تا حالا از ایشون ندیدم. این چیزا رو دیدم، یه مقدار برنامه‌هاشون دیدم، ولی به کل واقعا وقت نکردم، نمیتونم نظر بدم و درستم نیست. بنابراین نوکر هم هستم، هر کسی هم که بیاد من در خدمت گزارش هستم. مسئله مهم این هست، ما در جنبش ایران بانان پایه منشوری نوشتیم. این پایه منشور میگه آقا جون غذا آب سر سفره فرزند ایرانی. هر کسی که این رو بپذیره، من خودم در رکابش هستم و در کنارش می جنگم و تا اونجایم که نیرو در بدن باشه ازش پشتیبانی می کنم. حالا هر کسی می خواد باشه. جنبش ما تفاوتش با دیگر جنبش ها این هست، ما مردم ایران، ما به عنوان جزئی از مردم ایران خواهان نان، مسکن و آزادی هستیم. هموطن من، اپوزیسیون، اگر همچین ایده ای در تو نیست، وقت من رو هدر نده، بی خود مردم رو هم تجزیه نکن. این به زبان ساده است آی سوربی، شما خودتون به درستی میدونید، من این رو بارها به دوستان خودم گفتم، حتی اگر ما تمام این سازمان ها رو با هم یکی کنیم که کار مشکلی هست، اجنبی و بیگانه ای که تلاشش دزدیدن آمال و آرزوها و مال و منال مردم ایران هست، میاد یک سازمان جدید ایجاد میکنه و از دوباره خاک به چشم مردم میکنه. بنابراین به خاطر اینکه این مسائل کمتر بشه، ما مسئلمون نام سازمان ها نیست، ما مسئلمون این است که آقا بگو ببینم چطوری میخوای خوراک سر سفره مردم بگذارید. مثال میزنم، شما به درستی بهتر از من میدونید، چند بار شما از خود آقای حاج پسر رضا پرسیدید که آقا تو شاه هستی، رئیس جمهور هستی، کی هستی؟ به همون نسبت ما هرچی میپرسیم که آقا بر سر سفره مردم ایران چی میخوای بگذاری، میگه ما اول میگیریم. نمیگه هم میگیریم، میگه مردم برید بگیرید، بیارید بدید به من، من بعدا تعیین میکنم که برای مردم چی بیارم چی نیارم. این صحبت ها گذشته دیگه، زمان اون زمان نیست. شما با جنبشی روبرو هستید که دست در دهان شیر میکنه و اینها رو از حلقوم شیر میکشه بیرون. زنده و پیروز. بسیار ممنونم. درباره اینکه چند بار از رضا پهلوی سوال کردم، در 30 سال گذشته 3 مرتبه سوال کردم که 2 مرتبهش روی نوار موجود هست و اولین بارش اون موقع به قول آقای آستین وسایل و ضبط و این چیزا نبود و در پارک بود، ولی ایرانیایی که توی این منطقه هستن میدونن که من از ایشون پرسیدم. آقای سامان بهرامی میگن که درود بر خان بزرگ و اقتصاددان
بزرگ ایل قشقایی، خانم دکتر جیلانی میگن که مجاهدین گندم خوردند و از بهشت بیرون رفتن. من فکر کردم آدم سیب خورده از بهشت بیرون رفت، ولی اون زمان هم است که با مارم صحبت میکردن، مارم حرف میزده. آقای آبتین، وقتی به شما گفتم که چرا به قول معروف، شما گفتید مویدم، من گفتم چرا پیله میکنید به این و اون و املای اونها رو غلط میگیرید به جای اینکه خودتون افراد جمع کنید، دوستی نوشت برای من که آی سربی، آیا شما آرزو نمی کنید که یه نفر در زمانی که خمینی و دیگران اون حرفها رو میزدن و قولها رو میدادن، مثل آبتین میرفت و ازش سوال میکرد؟ کاملا درسته. خب برگردیم به این موضوع، نظر شما درباره همین سوال که چرا بیشتر وقتمون رو نذاریم برای یارگیری به جای اینکه اشکال دیگران رو بهش گوش زد کنیم، یه مقدار توضیح بدید. ضمناً امروز من قرار بود 30 دقیقه با شما باشم و مراسم آشتی کنون باشه، ولی من به آقای نیساری گفتم که من آقای آبتین رو میشناسم، ایشون سخنور و سخندان هستن، بذارید 1 ساعت باشه، 45 دقیقه تا 1 ساعت، الان حدود 1 ساعت و 40 دقیقه است. 20 دقیقه دیگه با شما خواهم بود و امیدوارم این برنامه ها رو به صورت برنامه های طولانی و بیشتر بدون محدودیت با شما دوستان داشته باشم. بریم باز از آقای آبتین بپرسیم که چرا به جای یارگیری به دیگران گیر میدید شما؟ سپاس بیکران از شما و وقتی که میذارید، همچنین بینندگان این برنامه، عزیزانی که در اینستاگرام هستن، عزیزانی که در سایت خودتون تشریف دارن، عزیزانی که بعدها این برنامه رو میبینن. پرسش خیلی مهمی رو جناب آقای سربی فرمودن. من در تکمیل سخنان خان نیساری این رو باید خدمتتون عرض کنم. جناب آقای سربی عزیزان، انسان عاقل با دشمنش میشینه و مذاکره میکنه و با دوستش مشاوره. ما بر این باوریم، در میهن ما واقعیتی، حالا بگیم تلخ، بگیم شیرین، بگیم اسفناک، یا هر نامی که بخوایم روش بذاریم، یک واقعیتی هست. احزاب، گروه ها، سازمان هایی الان وجود دارن. این که این سازمان ها، این افراد لیدر به هر روی سازمان ها اشتباهاتی داشتند و دارند، از کسی مگر مغرضان پوشیده نیست. چون اگر کارشون درست بود، دست کم تکلیف من شهروند و شماها شهروندان در این آتش افتاده اینی که الان هست نمی بایست باشه. اگر سازمان مجاهدین، اگر سلطنت طلب، اگر جمهوری خواه، اگر فدرالیست و و و به گونه ای که در جایگاه نام یک لیدر و یک حزب اپوزیسیون باید جایگاهش باشی می بود، سرنوشت ما این نبود. پس اگر چنانچه ما موی دماغ میشیم، یا به قول ما رو میایم مشق میکنیم املا اونها رو، تصریح میکنیم اشتباهات اونها رو، به همین دلیله. ما مردمیم، ما انتظار داریم از کسی که میگه من رئیس جمهور شما هستم، من شاه شما هستم، من نخست وزیر شما هستم، من طراح تک تک کردن مملکت تو زیر لوای فدرالیسم، او هم قومی، او هم زبانی، او هم فرقه‌ای هستم، یه پرسش کنید تو در چه جایگاهی الان ایستاده ای؟ جناب نیساری بزرگوار خیلی خلاصه و مفید به زبان عامیانه گفت، حالا اینجا یه وقت اشتباه نشه چون شعار نان مسکن آزادی مثلا مالی تیفی، حالا بیان این انگه به ما بده شما مالی تیفید، حتی اگر مالی تیف باشیم، چون این مقدسه، مردم نون میخوان، آب میخوان، آزادی میخوان. اگر از مردم کوچه و بازار که من یکی از اونام سوال کنی، نه تنها مملکت ما، هر کجای این جهان، میگی تو چی میخوای؟ میگی نون میخوام، آب میخوام، آزادی و امنیت و رفاه و یه سخت میخوام، زندگی میخوام. اما اینها از مردم ما گرفته شدن. بعد در عوض لیدرهای ما، حالا این تیکه که ما چرا موی دماغ اینا هستیم همینجاست که به جایی که بیان نون و آب و امنیت و آزادی و رفاه و ترقی و مدرنیته رو برای ما مشق کنن، اومیان میگه من پادشاهم، اومیان میگه من رئیس جمهورم،
خب اینها ببینین گرامیان، اینها بیانگر، حالا اگه ما بخوایم حالا خوشبینانه حساب کنیم، دو تا موضوعه. یا این افراد، بذار خودمونی بگم، زبان عامیانه بگم، پوزش میخوام از اونایی که میفهمن مسائل رو، خلوچلن، یعنی از نظر آیکیو مشکل دارن، توهم برشون داشته، یا اینکه نه اینها شریرانی هستن، شیادانی هستن که دانسته به شعور ما توهین میکنن. خانم مریم رجوی این حق رو نداره که به شعور ما توهین کنه، بگه من رئیس جمهور ایرانم. کلمه رئیس جمهور بار داره، معنا داره. انتخاباتی مگر شده خانم رئیس جمهور؟ آقای رضا پهلوی حق نداره بگه من پادشاه ایرانم. آقای ایکس، آقای زد حق نداره بیاد طرح فدرالیسم، او هم قومی، او هم حزب و سازمان و منطقه خود مختار عربستان برای ما درست بکنه. این حق رو نداره. همونطوری که من شهروند، جناب نیساری بزرگوار، سرکار عزیز و هر عزیز دیگری این حق رو نداریم باور خودمون رو بر دیگری تکلیف کنیم. چرا؟ این حق رو داریم به عنوان یک انسان آزاده دارای خرد و شعور خودمون رو کاندید کنیم. بنده، جناب آقای نیساری، هر عزیز دیگری، هموندان ما همه در جنبش ایران بانان و هر هموطن دیگری میتواند بر اساس شایستگی خودش خودش رو کاندید کنه. ما مخالف کاندید شدن خانم مریم رجوی در جایگاه ریاست جمهوری نیستیم، درود برش، چرا که نه. ما مخالف این که فرق کن آقای رضا پهلوی بیاد بگه من پادشاه هستم یا من وکیل هستم یا هرچی هستم نیستیم. ولی پرسشمون اینه، آیا شما در اون جایگاه هستید؟ آیا شایسته تر از شما نیست؟ آیا بستر توهین به این هموطنان نباشه؟ سخن چرچیل رو میخوام بگم، میگه جایی که اسبهای تیز رو مجال دویدن نداشته باشن، بنا نسبت سرکارا، بنا نسبت عزیزان، هر علاقی میتونه به راحتی به خط پایان برسه. اکثر این آقایان و خانم هایی که الان در جایگاه لیدری قرار دارن بیرو در واسه اشتباهی اینجا قرار گرفتن. و الان کاری که ما پیش گرفتیم در جنبش ایرانوانان نشان دادن همین به مردممونه. عزیزان اینا در جایگاه خودشون نیستن. الانی که مردم ما چیزی که نیاز دارن یک صدای واحده، یک حرکت واحده، یک اعتراض واحده، یک مارش، حالا ما زمان قدیم میگفتیم به قولو ساز و دول جنگه، الان این فریاد، این کوس محصور شده به دست کیه؟ یه بخشش که جمهوری اسلامی، که هیچی، رسانه ملی خودشه. از این ورم شدن احزاب ملی، آیا سازمان مجاهدین تلویزیون و سایت و رسانه و نیرو و پول و امکانات نداره؟ داره، خوبش هم داره. آیا آقای رضا پهلوی، آقای فدرالیست، آیا خیلی های دیگر که من میشناسم شما میشناسید، اگر بخواهند فریاد آزادی را مثل یک سمفونی برای به حرکت در آوردن جامعه ازش استفاده بکنن، نمیتونن؟ چرا میتونن؟ چرا نمیکنن؟ این اون پرسشیه که من مردم دارم، این اون سوالیه که توی هموطن، توی آقا و خانم، نخست از خودت باید داشته باشی، شک کنی. شک سرآغاز اندیشیدن و اندیشیدن است که سرآغاز یافتن راه درسته. نکنه اینا شیادن، نکنه اینا مثل 41 سال گذشته ما رو در درجا تاب بدن، نکنه شهادت چه میدونم تعداد شهیدا در مجاهدین فقط همین افتخارشون باشه. خب همین افتخار رو آقای محسن رضایی هم میکنه، افتخارش اینه که در عملیات خیبر نمیدونم که من خودم شرکت داشتم، در همون عملیاتم مجروح شدم، هزاران هزاران میلیون ها جوان رو در طول جنگ در همون عملیات داده به کشتن. این همه بدبختی، این همه بیچارگی، این همه افتخار سران جمهوری اسلامی چیه؟ چه میدونم کشورهای دیگر رو، تروریست ها رو و و و رو، بارگاه های تازیان رو طلا کردن و داشتن، ولی ملت خودمون چیه؟ همین افتخار رو هم ما نگاه میکنیم. شما نگاه کنید فقط در همین فضای مدیا، فرض بکنید همین رسانه ها، حالا بی بی سی و چه میدونم من و تو و فلان،
اکثر این سایت ها، اکثر این حرکت ها، اکثر این سایبری هایی که میان به من نوعی و شما ها فوش میدن کیان؟ اینا حقوق بگیرای همینان. اینها در جایگاه بازوان نگهدارنده جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. این اون چیزیه که ما داریم به مردم میگیم و سخنمون در کل به مردم اینه. خلاصه کنم که ای عزیزان، 41 سال زمان کمی نیست. اگر محک باشه، اگر چه میدونم آزمایش باشه، اگر هر چیزی که بخوایم حساب کنیم کافیه. از یک سوراخ یک بار مار زدن رو که دیگه همه میدونیم. حالا 41 سال هی منتظر ناجی نشستن، هی به گور دخیل بستن، هی چی میشیم آخرش؟ احمق میشیم. انتظار انسان رو احمق میکنه و رژیم جمهوری اسلامی این رو میخواد که ما منتظر باشیم، که ما روی خودمون حساب نکنیم، که ما خودمون شاهی رو، خودمون نخست وزیری رو، خودمون رئیس جمهوری رو، خودمون سربازی رو در خودمون نجوییم. منتظر باشیم یک کشور دیگه بیاد نجاتمون بده، منتظر باشیم یک کسی یه حرکتی بکنه. نه، ما در جنبش ایران بانان که در از جنبش به خدا آمدگان هستیم، سخنمون اینه: ای هموطن، ای همدرد، ای هم سرنوشت، بیا همازور بشیم، بیا یک شورا، یک کابینه، یک تشکل برای زدن سمفونی حرکت به جلو بسازیم. ما میتوانیم. اگر تا حالا نکردیم چون هی منتظر یک کس دیگه بودیم. الان ارتباطات هست، الان همین گفتارها، همین نقدها، همین به اصطلاح مناظرات در اصل داره نشان میده سره دوست رو از ناسره دشمن، و جوینده میتواند از همین بساط به اصطلاح معروف متای خودش رو بیابه. سراپا گوشم. بسیار ممنونم از شما. خوشحالم که شما این اسم رو گفتید، چون من یادم بود که شما از یه اسم دیگه استفاده میکردید. الان گفتید خدایا، یه چیز اینجوری گفتید. نه نه، اون طرح شورای خدایان بود. آها. که بخش ایدئولوژی معرفی کننده ایدئولوژی برای جایگزینی اسلام. خب. ما در جنبش ایران بانان یه توضیح کوچیک میدم، خیلی معذرت میخوام. ما دو تا حرکت داریم، یکی حرکت فکری، خوراک فکری، و بحثمون اینه که جایگزین اسلام چه چیزی بکنیم. که اون برنامه‌ای که من قبلا خدمتون داشتم اینه که ما یک شورای تشکیل بدیم تحت عنوان شورای به خود آمدان، به خود آمدگان، خدایان، به خود آمده. دین و سیستممون رو بر اساس عقل، علم و واقعیت سازماندهی کنیم. اون گفتارها در این راستا بود. ولی کلا جنبش ما، جنبش ایران بانان، بخش دیگرش نابودی و سد جمهوری اسلامی رو به اصطلاح در رأس امورش قرار دادنه. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید چون جمعه هست با یک طنز کوتاه از آقای سعید حبیب تاش از ژاپن. ایشون نوشتن که درود، از ژاپن میبینم، الان ساعت 7:30 صبح به وقت محلی است، و نوشتن که گناه داره آخر عمری بذارید رئیس جمهور بشه این پیرزنو. منظورشون مریم قجر هست، که جالبه سازمان مجاهدین هم وقتی بهش میگین اینا چرا رئیس جمهور انتخاب کردن، میگه نه، اینا رئیس جمهور منتخب شورای مقاومت. میگم خب شما میتونید بگید نماینده یا رئیس یا مدیر یا رهبر شورای مقاومته، چرا میاد میگید رئیس جمهور؟ اگه اینجور باشه منم مثلا رئیس یه سینما هستم، بنویسم رئیس جمهور این منطقه. خب چرا معانی رو عوض میکنید؟ مگر اینکه شما میخواین از تغییر کلمات سوء استفاده کنید. آقای نیساری، از شما ممنونم که ترتیب این دوستی مجدد رو دادید، امروز حتی ترتیب این ارتباط هم دادید، چون ما مشکل داشتیم و نمیتونستیم ارتباط رو برقرار کنیم. آقای نیساری این کار انجام دادن، من ممنونم و امیدوارم باز هم بتونیم با هم دوستانه کار کنیم، حتی اگه مخالف نظرات هم باشیم. برنامه های آقای نیساری رو اگه نگاه کنید آقای آبتین، میبینید که ایشون هر روزی که میان مهمون ما هستن، من همون روز 2-3 تا ایراد میگیرم، و اتفاقا این ایرادات جالب میشه که دیگران هم فکر میکنن، سوال میکنن. یکی از اونها درباره اون قانون اساسی یا
چیزی بود که ایشون نوشته بود، وبسایتی درست کرده بود، اونو سعی میکنیم یه مقداری به قول معروف راستوریستش کنیم، آلایش و پالایش بدیم و بهتر بشه، تبلیغ کنیم. و تبلیغ رو نباید یه چیز بد بدونیم، پروموشن نباید یه چیز بد باشه. چون بعضیا مثلا آقای سهراب چمنارا هست میگه نه، دوستانی که باید منو بشناسن میشناسن. آقا اگه اینجوری باشه اصلا فیسبوک و اینا رو هم باید ببندیم بریم. در صورت از تمام دوستان ممنونم، از آقای سلیمانی که فکر کنم آمریکا هستن، از آقای عبیتاش، از دیگر دوستان که از اروپا و کشورهای دیگه تماس گرفتن. آقای نیساری، باز چون شماها مهمان برنامه هستین، سخن آخر توسط شما دو دوست عزیز به دوستان چه پیشنهادی میکنید؟ و وبسایت فیسبوک های شما هم به نام خودتون هست. اتفاقا دیدم آقای آبتین دو تا فیسبوک دارن، شما دو تا یا سه تا فیسبوک دارین، از اون طریق مستقیما با شما میتونن تماس بگیرن دوستان اگر نظر یا سوالی دارن. اگه اشکالی در ارتباط بود میتونن توسط من این کار رو انجام بدن، من به اصطلاح منتقل میکنم به شما پیام ها رو، و امیدوارم در برنامه های خودتون که از صفحه های خودتون احتمالاً پخش میشه یا هر جای دیگه بتونید با دوستان در تماس باشید. سخن آخر شما برای آخرین روز این هفته چیست؟ آقای نیساری، بعدم آقای آبتین، برنامه رو ببندیم. آقای نیساری بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از محبت شما و امکاناتی که ایجاد کردید که ما اینجا بتونیم با هموطنانم صحبت کنیم. پیام آخر من این هست که بهترین سیاست راستی است، راستی درستی است، درستی و راستی خوشبختی است، و خوشبخت آنها هستند که راستی و درستی را برای راست و درست بودن به کار میبرند. زنده و پیروز باشید. سپاس مجدد از شما جناب سوربین. من یه صفحه فیسبوک دارم، حقیقت کنترل همین برام سخته، نمیدونم حالا شما دو تاش کردید، احتمالاً شاید دوستان دیگر به این نام زده باشن. من همین برام آبتین هست و همین 25 روزی هم که یک ماهی هم بلک بودم، تازه آزاد شدم. به هر روی من هم ضمن تقدیر دوباره از شما بزرگوار، و امیدوارم این دوستی و صمیمیت نه بین من و شما بلکه بین همه احزاب، از جمله سازمان مجاهدین، از جمله جمهوری خواها، از جمله سلطنت طلبا، از جمله فدرالیسم ها و و و، ما قرار نیست مثل هم بیاندیشیم. قرار و درست قرار اینه که درست بیاندیشیم. ما اینجا هستیم تا از همدیگر بیاموزیم، همدیگر رو صیقل بدیم. شما به مسئله خیلی مهمی اشاره کردید در مورد بار کلمات. خانم مریم رجوی و دوستانش و هماندیشانش میتونن بگن شوف کاندید ریاست جمهوریه، اگر بخوان بگن رئیس جمهور اشتباه میکنن، این کلمه یه بار داره. آقای رضا پهلوی رو میتونن بگن آقا ایشون کاندید پادشاهیه، مهم نیست، من هم کاندیدم، من هم کاندید ریاست جمهوریم، من هم کاندید سربازیم، من هم کاندید انجام وظیفه‌ام. این یک واقعیتی که هر انسانی باید خودش رو موظف بدونه نسبت به این که در جامعهش چه نیاز هست. و این نیاز که عرض کردم در سایه ما با هم معنا میدهیم باید برطرف بشه. اگر چنانچه خانم مریم رجوی، هر لیدری، هر سازمانی میتوانست، خود تا حالا باید کاری میکرد، پس مشخص است که نمیتوانند. ما در خوشبینانه‌ترین حالتش میگیم، ما نمیگیم مزدورن، ما نمیگیم سوپاپند، ما نمیگیم دانسته به این مسیر دارن میرن، ولی باید اعتراف کنن به ضعفشون و بیان این ضعف رو با من نوعی، با شما، با دیگر هم دردان و هم سرنوشتانشون برطرف کنن. بهتون افتخار میکنم، خواستن یعنی برخواستن. ما با هم معنا میدهیم، ما در این عرصه هر کدوممون ایفادگر نقش اصلی خودمون هستیم نه دیگران. امیدوارم نقش خودمون رو به درستی ایفاد کنیم. بازم ممنون. بسیار ممنونم از هر دوی شما عزیزان و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید به امید دیدارتون. من بعد از صحبت‌های شما اون صفحات رو نشون دادم و به شما پیشنهاد میکنم که یک نگاهی بندازین. اگه دیگران با اسم شما این صفحات رو درست کردن، با یک تماس با فیسبوک میتونید مدعی بشید، حتی عکس شما از اونا رو ببندن. و اگر اینها مال خودتونه، چون من ماجرای خودم رو گفتم بارها، من بلد نبودم قبلا
هی باز میکردم میگفت 5000 تا بیشتر داری، یکی دیگه یکی دیگه، یه جا رسیدیم 12000 صفحه داشتم. همون حرفی که شما زدی، کنترلش هم برام مشکل بود. بعد به این نتیجه رسیدم که یک صفحه، شما چون شخص شناخته شده ای هستید، میتونید به عنوان پابلیک فیگر داشته باشید و اون بی نهایت میتونن به شما بپیوندن. همه این صفحات رو هم با یه عکس که اگه خواستید من حتی کمک میکنم بنویسیم، البته دیدم شما عزیزان خیلی بهتر از من اینا رو مینویسید و ارسال میکنید اینا، ولی میتونم راهش رو به شما نشون بدم که به دوستان خبر میدید که این صفحه مال من هست دیگه، از این به بعد فلان جا فلان صفحه منو ببینید و با دوستان بیشتر باشید. اتفاقا خانم دکتر جیلانی هم همین مشکل رو داشت. جیلانی 1 2 3 4 شروع کرده بود و این رو هممون با هم یاد میگیریم. من یک تعریف جزئی برای شما آقای آفتین دارم. من وقتی مصاحبه شما رو دیدم میتونم بگم شما در عرض این 5 سال به اندازه 50 سال به قول خودتون صیقل پیدا کردید و من خیلی خوشحالم از این بابت. امیدوارم شما رو بیشتر ببینم، از دانسته های شما استفاده کنم، همچنین آقای نیساری عزیز. خیلی ممنون که با ما بودید. ممنونم، من شاگرد کوچک در مکتب شما بزرگواران هستم. خواهش میکنم، به امید دیدارتون. آخر هفته خوبی برای همه آرزو میکنم. روز روزگار و شما خوش. همچنین خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و آقای بهرام آبتین. آقای فرزاد نیساری بعد از 1 هفته یا 2 هفته، آقای آبتین بعد از 5 سال. مهم این هست که با هم باشیم و بتونیم با هم صحبت کنیم، حتی اگر مخالف نظرات همدیگه هستیم. از یکایی که شما دوستان ممنونم، این برنامه رو حتی در موقع بازپخش هم اگر میبینید میتونید با دوستانتون شیر کنید. اگر سوالی، نظری، اشکالی بود با ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم، در موردش فکر کنید و به کار ببرید. روز روزگار و شما خوش.